خب یه دونه اوورهند. اوه دوباره میره. ترکون اومدیم با یه ویدیوی جذاب به برادر گردن، یعنی فرامرز محمد. بس سجاد عباسی از ایران خیلی بچه ها پیشنهاد دادن که عبدالمحمد یا همون عبدالگردن یه برادر خفن داره که مثل خودش فایت میکنه. به فایت اونم ریاکشن بریم. به فایت های عبدالگردن که ریاکت رفتیم، خیلی فایت های قوی و هیجان انگیزی داشت که دقیقا. توی چنلمون هست، میتونید برید اونم ببینید. و الان برای اولین بار قراره به برادرش ریاکشن بریم سراغ ویدیو خفن که داشته باشیم. سابسکرایب و لایک کامنت یادتون نره. راند داره استارت میخوره. ببینیم داستان بر چه اساس و قراره. فرامرزم مشکی یه لوکی از سمت سجاد داداش. فرامرزم کمی نه رد داداشش ها، میبینی؟ ولی خب بکنم داداشش بزرگتر. 100% یه دونه میتشکی که میگیره گرفته. تک داون. یه معلومه برادرش هم مثل خودش هم برمیشن. چون برادرش هم واقعا یعنی گردن واقعا تیک داون های وحشتناکی آره زد. و الان اینا فکر کنم خانوادگی تیک داون های قوی آره کلا کشتیگیری خفنی هم آره. میبینی که الان گردن فرامرز رو لاک کرده تو این پوزیشن. جفتشون هم پوزیشن های دارکی استفاده واقعا. عبدالمحمد که اصلا مثل واقعا ماشین آدمکش اسمش برازنده شه. اگه یادتون باشه تو فایت قبلی ترمیناتور آره میبینی که همین پوزیشن موندن. پانچایی که با لفت هم میزنه به پهلوی سجاد. خب تا حالا فایترهای ایرانی که تا الان ریاکشن رفتیم همه فایتر رو باختن، یعنی تا حالا که ریاکشن رفتیم ببینیم این فایت چی میشه. خب گردن فرامرز رو گرفته و در میاد. بله ببینیم میتونه پانچ بزنه. پانچای محکم، پانچای پشت سر همین به پهلوی حریف داره میزنه. ببینیم داستان از چه قراره. شب نبرد نزدیک به 2 دقیقه از بازی سپری شده. الوهای خیلی مثل مشت نزدیک. آره فشارک اینجوری مثل مشت نزدیک میزن. خیلی خفن ظاهر شد خداییش، یعنی با اون تک داونی که کرد کل فایت رو گرفت دست خودش تا الان کار. ببینیم میتونه خودش رو آزاد کنه یا نه. خب. یا تا آخر راند قراره به همین پوزیشن ادامه پیدا کنه بازی. خب ببینی که قاطی میکنه فرامرز پانچ به پهلو. همین ببینیم که کلن این دوتا برادر فرقی با تا اینجای کار با هم نداشتن. البته یکم عبدالمحمد یکم خودش وحشی تر. آره اون ولی فرامرز هم بالاخره داداشش. آره این هم البته یکم گردنش بچه ها بنویسن. این هم برگردن این هم گردنش خودش. خب ببینی که تو بد پوزیشنی گیر کرده سجاد. خیلی بد پوزیشنیه کلا این پوزیشنو. برادران بیا اسم اینا رو بذاری برادران گردن. آره برادران گردن. برادران گردن به این پوزیشن علاقه زیادی دارن و تو این پوزیشن کار میمونن موندگار. آره. میبینی که واقعا بد جایگیر کرده، همینجوری داره پانچ میخوره پای سر هم، نمیتونه اصلا از این پوزیشن در بیاد. هر کاری میکنه، چه بخواد گردن فرامرزو بگیره، چه بخواد پاشو اینوری کنه، هر کاری بخواد بکنه. ببینید پانچای پشت سر هم میزنه. پانچای پشت سر هم. چه پانچایی واقعا. نزدیک به 1 دقیقه که تو این پوزیشن قرار داره و کلی امتیاز به نفعش ثبت شده. واقعا کسب شده. ثبت شده و کسب شده. چه فرق میکنه این دو تا با؟ فرقش اینه که ثبت رو اونا میکنن، کسب رو این میکنن. ثبت رو دوباره میکنن، کسب رو این. فرقش. خب خیلی بده، یعنی اگه نتونه این پوزیشن در بیاد واقعا دیگه پاره است. اگه بچه ها بدونن عبدالمحمد چطوری فایت میکنه دیگه میدونن این داستان چه اتفاقی میفته. آره واقعا خیلی بد جاییه که گردن عبدالمحمد نهیدین. بریم ببینیم خیلی قدیمی تو انگلستان و اینو بازی میکرد. وای آجی واقعا بهش میرسید داداش. بد داره چپ و راست میکنه ساعت جاتا ناموسن. خیلی بد میشه اینو کردن. خستم شده. خیلی خسته شده سجاد. ببینیم چیکار میکنه. 1 دقیقه یعنی 1 دقیقه به کمکش بیاد. ببینیم اونجا داره پانچ میزنه. بعد تو این 1 دقیقه تموم نشه خیلی. آره کنج کیج هم گیر انداخته و خیلی پوزیشن بدیه. 45 ثانیه تا پایان بازی. ولی تو این فاصله که گفتم 45 ثانیه چند تا ثانیه رفت جلوتر. آره کمتر.
پانچه خیلی سنگین به پهلو، فکر کنم پهلوش گاسیب دیده. ببین این پانچه‌ای که میزنه، اینا فایترای مثل شوالیه میمونه. ببین پانچه‌ای که میزنه من احساس کنم مثلا پتک میمونه، انقدر سفت و محکمه. و فقط ما تو راند اول دو تا لوکیک داشتیم از سمت سجاد، خیلی کل... مردونه مبارزه میکنه واقعا. و فکر کنم داور استوب کرد راند اولو و راند دوم استارت میخوره. راند اول کاملا دست فرامرز. خب یه دونه اوبرهند او دوباره میره ترکون واقعا عجیب است، واقعا بهش میرسه، واقعا خفنه. ایوش الوارو ببین وای برعکسی که با این حرکت حال کردن میتونن دوباره تو ویدیو بزنن عقب. این صحنه جالب و یه بار دیگه ببینن، واقعا بهش میرسه چقدر خفن. همون اول استارت با چند تا اوورهند و گرفت و تیک داون. و الان سجاد فقط میتونه گردن رو بگیره که، یعنی گردن برادر گردن رو بگیره که گردن تو گردن شد. آره حاجی خیلی خفن داره مبارزه میکنه خودش. اصلا انگار هر چی داره میگذره این پر انرژی تر گرم میشه. ببین الان انگار گرم شده، راند یک یه جورای شلتر بازی میکنه نسبت به این راند. ببین بعد اشتباه هایی که مثلا استفاده کرد، ببین در واقع استفاده کرد تو راند اول سجاد نه تو این راند مرتکب میشد، یهو دوباره تک داون شد. یعنی الان باید سریعتر در بیاد، یعنی راند دوم همینو داریم. آره ببین از فرصت استفاده میکنه اینجا که فضای دست نداره. آره. اینجوری سعی میکنه اینجوری حالت هول دادن. آره. البو بزنه که در بیاد، یعنی ببره طرفا به سمت عقب که گردنشو خلاص کنه. میبینی که پهل پانچایی که میزنه تو پهلو خیلی سفت و سنگینه. خب واقعا توی پوزیشن خطرناکی، خیلی پهلوش آسیب دیده بچا. آره با اینکه ببینید استایل بدن سجاد هم قویه، اصلا ریسک اینو نمیکنه که ولش کنه. آره با اینکه داره خوش میزنه توی پهلو، ریسک اینو نمیکنه که گردنشو ول کنه، چون موقع پانچا میاد تو صورت، واقعا ترانسفر میشه تو صورت. آره بعد واقعا چقدر امتیاز تا اینجا کار کسب کرده، کل امتیازهای راند اول و تا اینجا راند دوم کسب کرده برای خودش فرامرز و همینجوری داره پانچ میزنه. داداش میخواد چیکار کنه واقعا سجاد؟ واقعا میخواد تو این پوزیشن چیکار کنه؟ و اگه بخواد این راند هم اینجوری پیش بره، یا تو همین راند خلاصه یا اینکه راند سوم واقعا. حالا یه سوال خیلی مهمی که اینجا میشه مطرح کرد، به نظر شما بچه‌ها تا اینجا کار بازی دست کی بوده؟ من این سوالو میخوام از شما بپرسم. برای خودت بنویسید توی کامنت ها. آره توی برای ما از ما تا الان نفهمیدیم واقعا فاید دست کی بوده. مثلا لازم امتیازی به نفع کی بوده؟ خیلی تو کشتی اینا قویان. هم آره. عبدالمحمد هم فرامرز جفتشون خیلی قویه. میدونی کشتیش هم یه جوری که اصلا نمیره سری ساب پیشن اجرا کنه، میره رو کار پانچ تاخ تاخ. من اصلا همین امروز فهمیدم که گردنی برادر داره. من تو کامنت ها بچه ها نوشته بودم فرامرز. یه فرصت نشده بود ویدیو شوری اکشن بریم، ولی بچه ها دیگه خیلی پیشنهاد دادن. آره به فرامرز هم برید. در اصل به جفت این فایترهای عزیز برای اولین باره که داریم ریاکت میریم. بچه خفن که جفت برادر تو این ورزش تو این هیته فعالیت میکنن و جفتشون هم خفن واقعا کم پیدا میشه. همچنین بچه ها گفتن که اسماعیل حیدری برادر داره به نام حمزه حیدری اگه اشتباه نکنم. آره حمزه. و اونم گفتن رو یکشن بریم، اونم خیلی خفنه. اونم ریاکت میکنن، اینا کلا خانوادگی میرن توی آره، فایت. آره دمش میگم واقعا سجاد له شده بنده خدا. یه پانچ هم نتونسته بزنه. پانچ زده تو به نظر چرا زده؟ ببین خوب پانچ زد ولی حریفش خیلی قویه. حریفش خیلی قویه. تنها دلیلی هم که تنها دووم آورده سجاد زیر این پانچ های پوزیشن. آره همین دووم آوردنش خیلی. این بدنش میدونه یکم چیز بدنش قویه. قوی داره. آره. ولی خب. چون این پانچ هایی که تو پهلوی الوایی که. هوا بلندش که کبونده ایش زمین. حداقل چی نخورده شده 100 تا پانچ تو پهلوی این ور خورده، 100 تا پانچ تو اون پهلو خورده. هیچ. هر کسی باشه دقیقاً یادت باشه فایت وحید آشوری وادولا نجان همین اتفاق افتاد دیگه. تو همین پوزیشن وادران نجات انقدر پانچ زد تو پهلوی وحید آشوری که دیگه دستش رو باز شد و پهلوش درد گرفت و پانچ شد ناک آوت تموم شد. میبینیم که مگر اینکه این اتفاق هم دقیقا همینجا بیفته، چون رو همچه پوزیشن قف شده و میبینی که بنده خدا فقط داره نگاه میکنه، فقط داره گارد میگیره، فقط داره گارد، حواسش به صورت میشه. ببین پانچاش هم مرجباره. ببین خب داور شد، راند دو هم خلاص شد برای وکس، کاملا دوران دست فرامرز مجدد. یه های کیک دوباره میره، دوباره
دو باره داداش سه تا ران کپی پیس یه بار دیگه نگاه کنیم بهش میرسه. این سومی از هر کدوم از اون یکی قشنگتر. میدونی چه حالتی؟ سومیش خیلی زیباتر. میدونی چه حالتی بهم دست داد؟ خیلی مشتی مبارزه میکنه. سجاد اومد دو تا پانچ های کیک زد، این اعصابش خورد شد. نگاه کن اعصابش خورد شد وقتی این زانو های کیک رو گرفت. میبینی اینجا گرفت و ناکن رم خیلی سمه وای من بهش میرسه این فایتر جا داره اینجا زمین. به فایت های دیگه شم حتما واقعا بابا حتما ریاکت بری استاده. ببین واقعا خواست رولش کنه. دیدی خیلی زیبا فایت میکنه. خواست رولش کنه هی میخواد در بیاد سجاد. واقعا واقعا بچه دهنش رو سرویس کرد به خدا. میبینی خیلی بد خیلی بد تیک داون میکنه. من احساس میکنم زمین ترک برمیداره. میدونی کف کیش ترک برمیداره این بنده میره تو دل یارو بلند میکنه اینجا. ببین هم وزن رو 70 خورده کیلو 70 کیلو گرم وزنشو بلند میکنه 70 کیلو رو عین گونی برنج میزنه رو زمین. داستان خیلی دیگه داره جالب میشه. ببین اکثر هیجانی بود. ببین اکثر فایت ها رو نگاه کنی روی این پوزیشن خیلی راحته. اینجا رو نگاه کن می‌بینی اکثر فایت ها مثلا وایدولان نجم با زکی که روی این پوزیشن بود روی حالت پیش میرفت این فرق داره. روی این پوزیشن همجوری داره پانچ میزنه جذابه. می‌بینی خیلی کلاً وای وای جذاب از همه لحاظ فایتر قویه خیلی سنگینه. میشه بگیم یکی از این بهترین فایترهایی که تا الان دیدیم. آره تو این هیت یعنی شب نورد داره زیبا مبارزه میکنه. یکی از بهتریناست اینجوری و خیلی فایتر دیگه که ما ریاکشن نرفتیم کلا اصلا ضربه نخورد زیاد نتونه 3-4 تا ضربه خورد اصلا نذاش. یعنی اون دو تا ضربه که تو راند سوم آره. خورد اعصابشو خورد کرد رفت ایده. نکته جالبش اینه که حریف اینجا دووم آورده برای همین جذاب‌تر شد. مثلا ببینیم بوده که مثلا فایتر ضرب مثلا با باز محمد اومده با یه مشت حریف مثلا ناک‌اوت کرده سری تموم شده ولی این طول کشید. الان سه تا راند طول کشیده. آره. سه تا راند هم یه جورای کپی پیست بوده. آره. و می‌بینیم که به قول گفتنی سجاد اوگار شده چپ پلو چسب پوزش و دماغش که داره خون میاد. یه کوچولو زخمی شده. خیلی الان تحت فشاره. دو دقیقه گذشته. تقریبا دو دقیقه خورده راند سوم راند آخر ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. آخر یا اتفاقی میفته یا بر اساس امتیاز اگه باشه که دیگه 100 درصد مشخصه. فرامرز تا اینجا زده. خب یه صبح ببین الان خیلی بد یکی دو دقیقه دیگه مونده به پایان بازی. خب دو دقیقه یا باید اون ناکوت کنه یا این ناکوت کنه. خب اگر نشه مساوی بشن مساوی که اصلا ولش کن. الان هیچ کدوم هیچ کاری نکنن فرامرز برده 100 درصد. خب اینجا طرف بعد تسلیم شد دقیقه کمتر ضربه بخوره. نه داداشی اونم چیز ورزشی دیگه. فکر کن طرف از ایران اومده نمایندگی مثلا از چیزش همه میدونن دارن ویدیوشو میبینن مخایتش رو میبینم حداقل میدونم خفن آره. فایت کرده میدونی با اینکه پانچای سنگین خورده یو مثلا اگه تسلیم درست. بشه من ساید قضیه رو نایده بودم. ببین الان با اینکه خیلی فشار خورده میبین خیلی فشار خورده خیلی بازم دمش کم که دماغش معلومه که فکر کنم شکستگی داره با این پانچای که زده. البو پانچ فقط داره تو این پوزیشن خیلی خود اصلا جدیه. میبینی عیناست که مثلا میبینی سمت سلامت نمیکنه فکر کنم. میبینی خیلی سفت و رفته. میبینی پانچ ببین همین آخراست که دیگه تموم کنه. خودم همینجوری داره پانچ میده داداش به خدا از عبدالمحمد هم بدتره. خدا شاید عبدالمحمد بل میکن. عبدالمحمد بلش میکن. آره همون اول بازی تا شاخ تا آخر بازی شاخ تا ران تموم شد یا ران تموم شد یا این تسلیم شد. خب ببینی چیکار میکنن. یه دقیقه مونده ران تموم شه پانچ تو پهلو. ببینی که سجاد نمیدونه الان کجا گارد بگیره رو صورتش گارد بگیره یا پهلو چون از همه جا داره پانچ میاد و البو میاد تو پک و پوز و پهلوش. ببینی که پهلو رو داغون کرد به خدا خیلی بده بابا چه بدنی داره و تموم میکنه تمام نک آوت میشه به همین سبکی که دیدین تو راند سوم. تبریک میگیم به فرامرز و دم سجادم گرم که واقعا خوب جلوگیری کرد از پانچا ولی خود در صاحب پانچا رو خورد. خوب دم آورد منظورم اینه که خوب دم آورد سجاد و دم فرامرزم گرم. واقعا اولی فایتی که بهش ریاکشن رفتیم باید خیلی فایت های دیگه هم ریاکت بریم. خیلی میره خیلی باحال فایت کرد. یه چیز دیگه هم هست که من یه تحقیق کردم دیدم دست کمی از ماشین نداره. اگه ماشین لقبش ماشین آدم خوش داداش لودره آدم خوش بزنه
بیله این مثلا موتور سنگه مثلا بزنیم دستگاه آدم کش مثلا دستگاه آدم کش بعد یه چیز دیگه هم از شاهین نجفی که از بهترین فایترهای ایرانی که توی شب نبرد فکر کنم یه فایت داشته قرار شده که یه فایت با فرامرز محمد یعنی برادر عبدالمحمد یه فایت داشته باشه مثل که اون فایت برگزار نشده یا شادم شده بچه ها برای اون جریان اون فایت هم بنویسن از فایت های دیگه فرامرز محمد هم برامون بنویسین فایت های جالبش غم مرسی که تو اینجا ویدیو نگاه کردین اینقدر انرژی دادی اینقدر کامنت خفن میذارید مرسی میزارید. از همه انرژی های مثبتتون همتون گرم بود لایک کردن این ویدیو باعث میشه این ویدیو پروموت شه و این ویدیو برای افراد دیگه هم ساجست بشه دمتون گرم و تا ویدیو بعدی بدرود.